جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. مطالعات نشان داده که فضای کلاس درس تأثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. به سراغ مدارسی می رویم که از طراحی سنتی کلاس های درس پیروی نمی کنند. معماری عجیب ساختمان مدرسه، زمین بازی بسیار بزرگ و درختانی که در سراسر کلاس درس رویدند. اینها ویژگی یک کودکستان در ژاپن است. اما خلق چنین فضایی با این جزئیات چه فایده‌ای دارد؟ این ساختمان مدور و منحصر به فرد محل یکی از بزرگترین کودکستان‌های ژاپن است. کودکستان فوجی در حومه توکیو با 600 کودک شکل‌های متعارف فضای آموزشی را به چالش گرفته. تاکاهارو تزوکا، معمار ژاپنی، این فضا را طراحی کرده است. سقف ساختمان در این حال پیست 180 متری برای دویدن است. ایمنی کودکان البته اولویت طراحی این فضای آموزشی غیر متعارف بوده است. سطح زمین در اینجا به نظر صاف است، اما ما برآمدگی و فرو رفتگی های در آن قرار دادیم. اگر کودکان بدوند ممکن است زمین بخورند که ایرادی هم ندارد. آدم زمین میخورد و یاد میگیرد دفعه بعد زمین نخورد. اینطور قوی تر میشود و فکر میکنم درس مهمی است که آدم را در زندگی توانمند میکند. اگر هوا خوب باشد بیرون ساختمان معلمی که زبان مادریش انگلیسی است به کودکان زبان انگلیسی یاد میدهد. سقف ساختمان به شکل سرسره است که کودکان می توانند از آن بالا بروند و پایین بیایند. فرزندانمون اینجا حس آزادی دارند، هر روز بازی می کنند و نگرانی ندارند. از چیزی عصبی نمی شوند، بدون فشار و قید و بند بزرگ می شوند. بین کلاس‌های درس مدرسه دیواری وجود ندارد و کودکان همزمان سر و صدای کلاس‌های دیگر را می شنوند. هدف از این کار این بوده که یاد بگیرند حواسشان را جمع کنند. در فرایند آموزش کودکان کودکستان فوجی از حیوانات زنده هم استفاده شده. کودکان در روز تولدشان می توانند سوار این کره اسب ها شوند. یکی از مربیان این کودکستان میگوید وقتی با همکارانم در کودکستان‌های دیگر حرف میزنم واقعا تعجب میکنند. گاهی میپرسند این که میگویی واقعا کودکستان است؟ کودکستان فوجی تنها جایی است که کار کردم و فکر میکنم که مناسب ترین جا برای کودکان است و اصلا فکرش را هم نمیتوانم بکنم که جای دیگری کار کنم. وجود درختان سبز و گیاهان و فضای باز چه نقشی در رشد شناختی کودکان دارد؟ آیا واقعا بین عملکرد بهتر حافظه و فضای سبز ارتباطی هست؟ با هم ببینیم نتیجه یک تحقیق در این باره چه میگوید. دکتر مارک نویون هیزن عاشق فضای سبز است. وی و همکارانش در مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط زیست در بارسلون مقاله علمی منتشر کردند که نشان می‌دهد فضای سبز تا چه اندازه بر کارکردهای شناختی و عملکرد حافظه دانش آموزان تأثیر دارد. این تحقیق را در مورد 2500 دانش آموز در 36 مدرسه مختلف بارسلون انجام دادیم. طی یک سال میزان رشد شناختی آنها را با استفاده از 4 آزمون کامپیوتری اندازه گرفتیم. بیشتر تمرکزمان روی کارکرد حافظه بود. اولویت ما در این بررسی این بوده که حافظه به صورت فعال و آگاهانه موقع آزمون به کار گرفته می شود. همزمان با استفاده از تصاویر ماهواره فضای سبز اطراف مدرسه را هم بررسی می کردیم. در نهایت توانستیم رابطه بین حجم فضای سبز اطراف مدرسه و رشد شناختی دانش آموزان را تحلیل و آنالیز کنیم. نتیجه این شد. در جاهایی که محوطه سبز اطراف مدرسه بزرگتر بود، مهارت‌های شناختی دانش آموز در مدرسه عمل کرده بهتری داشت.
شاید همه ما به تاثیر مثبت فضای سبز بر یادگیری فکر کرده باشیم، اما امروز این تاثیر از طریق پژوهش‌های علمی ثابت شده. دکتر مارک نویونهایزن درباره اینکه چرا محیط زیست بر کارکرد حافظه و قوای شناختی انسان اثر می‌گذارد می‌گوید: نظریه‌های مختلف وجود دارد و یکی از این نظریه‌ها می‌گوید که حدود 40,000 سال در جنگل زندگی کرده ایم و فقط همین چند صد سال گذشته است که از جنگل بیرون آمده ایم. الان در جنگل بتونی زندگی می‌کنیم، در شهرها با فضای سبز خیلی کم. بنابراین مغزمان هنوز با این جنگل بتونی خودش را تطبیق نداده است. منظورم این است که مغز تحت تنش و فشار است و درست کار نمی کند. انتظار می رود در 20 سال آینده 90% جمعیت در شهرها زندگی کنند. اما برای سلامت انسان چه مقدار فضای سبز نیاز است؟ چیزی که نمی دانیم این است که دقیقاً کدام گیاهان مناسب تر هستند. آیا کافی است در محل بازی کودکان چند رده درخت داشته باشیم؟ در بررسی‌های بعدی باید این چیزها را معلوم کنیم. دقیقاً چه چیزهایی لازم است؟ چه نوع و به چه اندازه فضای سبز نیاز داریم؟ دکتر نوی ونهایزن در مورد وجود فضاهای سبز در شهرها هم می‌گوید: چه کنیم که این خیابان‌ها سبزتر شوند؟ آسفالت را بردارید و دو سوی خیابان درخت بکارید و از فضاهای باز هم استفاده کنید. پارک درست کنید، درخت بکارید. با این کارها محیط سبز بیشتری در شهر ایجاد می‌کنیم. فرض کنید تمام دیوارهای کلاس‌های درس را در مدرسه برداریم. آیا یادگیری و اصول کار در چنین مدرسه‌ای تغییر می‌کند؟ به دانمارک می‌رویم و می‌بینیم در آنجا چگونه مدرسه‌ای می‌خواهد با این کار کلاس‌های استاندارد را به چالش بکشد. مدرسه دولتی اورستد گیمنازیوم در کوپنهاگ در سال 2007 تأسیس شد. تمام مدرسه عبارت است از یک کلاس درس بسیار بزرگ با قابلیت‌های مختلف. دانش آموزان می توانند در این فضا در مکانهای مختلف درس بخوانند. اما چگونه می توان با طراحی فضای آموزشی کنجکاوی و خلاقیت نوجوانان را تحریک کرد بدون اینکه تمرکزشان به هم بخورد؟ چیزی که اورستد گیمنازیوم را منحصر به فرد می کند ساختمان ما با فضاهای باز و استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش است. دانش آموزان باید در آموزش نقش فعال داشته باشند. به این منظور و برای اینکه آموزگار مجبور شود به این شکل کار کند، مدرسه طوری ساخته شده که فضاهای سنتی آموزش در دسترس آموزگار نباشد. در این ساختمان باید جور دیگری کار کنید. دست کم یک سوم کلاس‌ها در فضای باز برگزار می‌شود. این دانش آموزان اکنون در فضایی هستند که فضاهای گروهی نام دارد. معلم درس روانشناسی از آنها خواسته که درباره شکل‌های مختلف تنش کار کنند. باید به روش آموزشیم ظرافت بیشتری بدهم و فعالتر باشم. باید ساختار درس را قبل از رفتن به کلاس آماده کنم. همیشه کسانی از محل کلاس می‌گذرند و از جایی سرصدایی بلند می‌شود. بنابراین باید حواستان باشد که دانش آموز همان کاری را می‌کند که از او خواسته اید. تمام مدرسه حول پلکان‌هایی شکل گرفته که نماد مدرسه است. در اینجا دانش آموزان می‌توانند با هم حرف بزنند و دوست پیدا کنند. روزانه 5 یا 6 بار بالا و پایین رفتن از پله‌ها هم ورزش خوبی است. سه ناحیه مدور در مدرسه به زنگ‌های تفریح و وقت آزاد بین کلاس‌ها اختصاص داده شده. البته خیلی اوقات دانش آموزان تکالیف درسیشان را هم در اینجا انجام می‌دهند. اولین دلیل انتخاب من موضوع درس بود، یعنی روانشناسی که برایم خیلی جالب است. اما وقتی مدرسه و معماری و ساختمان آن را دیدم و گروه‌های باز و نحوه کار کرد، بیشتر نظرم جلب شد که در اینجا درس بخوانم. در فرایند یادگیری دانش آموزان از کتاب و کاغذ استفاده نمی شود. آموزگار هم مرتب با کامپیوتر از وضع آنها خبر می گیرد. گاهی هم همه و سر و صدا کمی بیش از حد می شود، اما بخش بزرگی از کارهامان را با شبکه انجام می دهیم و با استفاده از اینترنت ارتباط برقرار می کنیم. در نتیجه خیلی حرف نمی زنیم و تا جایی که ممکن است کمتر سر و صدا می کنیم و معمولا مشکلی نداریم.
درباره این مدارس چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما معماری غیر متعارف فضای مدرسه در یادگیری تأثیر دارد؟ نظراتتان را در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. جهان دانش در همکاری با وایز طرحی از بنیاد قطر.